جادو و جادوگری یکی از مهمترین مسائل جدا نشدنی دنیای باستان هستند، خصوصا در نوع منفی آن، یعنی جادوی سیاه. طلسم ها و نفرین هایی که می توانند زندگی هر شخصی را به تباهی و نابودی بکشانند. در ادامه با مرز شکن همراه باشید تا با چند مورد از ترسناکترین نفرین های باستانی که تا به امروز هم پا بر جا هستند آشنا شوید. لطفاً قبل از تماشای این ویدیو چنل را سابسکرایب کنید و برای حمایت از ما زنگوله را فعال کنید تا از آپلودهای بعدی ما با خبر شوید. یکی از نفرین‌های جنجالی تاریخ مربوط به مقبره و گنجینه فرعون پرآوازه مصری توتنخ آمون می‌شود. در طی هزاران سال گنجینه تعداد زیادی از مقبره‌های فرعونه غارت شدند، اما این مورد کاملاً دست نخورده و باز نشده باقی مانده بود. تا اینکه پس از گذشت 3300 سال در تاریخ 4 نوامبر 1922 توسط تیم اکتشاف دکتر هاوارد کارتر صحیح و سالم پیدا شد. در این اکتشاف بیش از 5000 اثر بیرون کشیده شد که یکی از آنها ماسک طلای خالص توتنخ آمون بود. آنها در ابتدا به افتخار این کشف سحرآمیز با شادی به استقبال توت رفتند، اما طولی نکشید که این شادی تبدیل به عزا شد. در این کشف یک قطعه هیروگلیفی پیدا شد که روی آن نوشته شده بود: نفرین و بالهای مرگ، هر کس را که آرامش مرا برهم زند در بر خواهد گرفت. در آن زمان کسی به این نوشته توجهی نکرد و تصور شد که این جمله را نوشتند تا از غارتگران و دزدان جلوگیری کنند و بعد به کل تکذیب شد که اصلاً چنین نوشته‌ای پیدا شده. اما پس از گذشت مدت کمی 27 نفر از اعضای اکتشاف یکی پس از دیگری جان خود را از دست دادند. جورج هربرت سرمایه گذار اکتشاف یکی از اولین کسانی بود که در همان روزهای کشف بر اثر نیش عقرب که حیوانی مقدس در نظر مصریان بوده درگذشت و سگ شکاری او هم در همان لحظه مرگ جورج پارس کرد و در همان حالت جان داد. پس از او همسرش نیز فوت شد. ریچارد بتل منشی کارتر در خواب و بر اثر خفگی درگذشت بدون اینکه کسی بفهمد چرا این اتفاق افتاده. ایسی میز بر اثر مسمومیت فوت شد. دکتر جمال الدین که بر روی بقایای توتنخ آمون کار میکرد کاملا ناگهانی و بدون دلیل خاصی درگذشت. چندی بعد یکی دیگر از اعضای تیم که دوست هاوارد بود و دستبندی با نفرین آتش را در اختیار داشت، خانه‌اش در یک آن تبدیل به خاکستر شد. دکتر هاوارد قناری خود را در حالی یافت که یک مار کبرا درون قفس آویزان پرنده را بلعیده بود، ماری که اصلی ترین نماد فرعونه بوده. بعد از این ماجرا هاوارد هم درگذشت. جورج جی گولد درست پس از اینکه از مقبره بازدید کرد در خانه خود بر اثر تب شدید جانش را از دست داد. این مرگ ها همینطور با فاصله کمی از یکدیگر ادامه یافتند تا اینکه تمام اعضا از بین رفتند. اما یکی از عجیبترین اتفاقات مربوط به یکی از اعضا بود که درون مقبره ناپدید شد و دیگر نام و نشانی از او یافت نشد. یکی از اشیای طلسم شده تاریخ الماس امید نام دارد که در موزه ملی ایالات متحده نگهداری می شود. در ساختار این الماس 45.5 قیراطی عنصر برون وجود دارد که شکلگیری آن در زمین بیش از 1 میلیارد سال طول کشیده. این الماس در دست پادشاهان بسیاری از سرزمین‌های مختلف و افراد رده بالای ثروتمند چرخیده، اما هر جایی که رفته طلسم و نفرین کشنده‌ای را هم با خود برده که هیچ کس نتوانسته از آن جان سالم به در ببرد. یکی از این داستان‌ها مربوط به خریداری به نام ژاک کولت است که این الماس را از یک مرد می‌خرد و بلافاصله پس از خرید دست به خودکشی می‌زند. مرد دیگری که این الماس را از خانواده کولت می‌خرد، بعد از مدت کمی توسط انقلابیون روس کشته می‌شود. پس از این دو مورد الماس به دست یک زن می‌رسد که او هم توسط مردی که دوستش داشت به قتل می‌رسد. البته فقط همین 3 مورد نیست.
تعداد این مرگ‌ها به قدری قابل توجه بودند که همگی موارد در سال 1911 در روزنامه نیویورک تایمز به چاپ رسیدند. البته برخی معتقدند این افراد به دلیل گران قیمت بودن الماس به قتل رسیدند، ولی دلیل هرچه که بود، این الماس بالاخره سر از موزه درآورد تا نفرینش دیگر دامان کسی را نگیرد. ماوری گروهی از مردم بومی جزایر اقیانوس آرام بودند که بین سالهای 800 تا 1350 پس از میلاد در گروه‌های 100 نفری با قایق‌های باریک خود وارد منطقه نیوزلند شدند. این سفر ماجراجویانه به دستور رئیس قبیله صورت گرفت که از وجود سنگ یشم در نیوزلند اطلاع داشت. قبیله ماوری از جادو و طلسم‌های به خصوصی آگاه بودند. آنها پیش از رفتن مبارزان به میدان نبرد، ماسک‌ها و مجسمه‌های به خصوصی را می‌ساختند تا روح هر مردی را که در مبارزه کشته می‌شد، درون ماسک‌ها حبس کنند. از این رو گفته می‌شود ارواحی که درون این ماسک‌ها قرار دارند، ممکن است به افراد آسیب برسانند، به خصوص به زنان باردار و شیرده. هرچند که شاید این عقیده خرافاتی به نظر برسد، اما مسئولین موزه نیوزلند که ماسک‌های ماوری را به نمایش گذاشتند، این هشدار را به طور جدی به بازدید کنندگان گوش زد می‌کنند که عواقب و به خطر افتادن جان زنان باردار و شیرده به عهده خودشان است. گنجینه کراسوس که با عنوان ذخیره لیدیان شناخته می شود، مجموعه قابل توجهی از مصنوعات، جواهرات باستانی و عتیقجات متعلق به پادشاه یونان کراسوس است که بین سالهای 547 تا 560 قبل از میلاد فرمانروای لیدیان بوده. نفرین این گنجینه ارزشمند از سال 1965 در لحظه کشف آن شروع شد. این گنج با ارزش توسط 5 روستایی که مقبره یک شاهزاده ناشناخته را پیدا کردند یافت شد. روستاییان بدون در نظر گرفتن عواقب و خطرات احتمالی مقبره را غارت کردند و تمام جواهرات و اشیایی را که به همراه شاهزاده دفن شده بود رو بودند. آنها به مدت یک سال مشغول خارج کردن گنجینه بودند تا بتوانند به ثروتی رویایی دست یابند، اما این خواسته در حد یک آرزو باقی ماند، چرا که تمام افراد روستا یکی پس از دیگری به بیماری‌های عجیب و لاعلاج گرفتار شدند و همگی جان خود را از دست دادند. جالب است بدانید در این کشف گنج سحرآمیز قارون هم پیدا شد که به هیچ عنوان نمیتوان قیمتی برایش تعیین کرد. در سال 1985 در شهر مدنی کوچکی در انگلستان، خانواده هال قربانی یک آتش سوزی خانگی غیر قابل کنترل شدند که خانه آنها را به خاکستر تبدیل کرد، به حدی که جز تپه ای از خاک چیز دیگری باقی نماند. اما در کمال تعجب یکی از اجناس خانه بدون حتی کوچکترین آسیبی کاملا سالم یافت شد. تابلوی به نام پورتری پسر گریان که در حین آتش سوزی به دیوار خانه آویزان بود. این داستان به قدری عجیب بود که مورد توجه روزنامه دسان در انگلیس قرار گرفت و این روزنامه داستان را با عنوان نفرین فروزان پورتری پسر گریان در صفحه اول خود به چاپ رساند. به این ترتیب نفرین پسر گریان به گوش میلیون ها نفر در سراسر بریتانیا و جهان رسید. البته این آتش سوزی هولناک اولین مورد نبود. تابلوی پسر گریان توسط هنرمند گمنام ایتالیایی برونو امایو در دهه 1911 خلق شد. درباره تاریخ شکل گیری این نقاشی گفته شده، روزی برونو بیرون از خانه رفته بود تا به دنبال سوژه برای تابلوهایش بگردد. ناگهان این پسر بچه گریان را در خیابان دید که گرسنه و یتیم به نظر می رسید. او پسر بچه را به کارگاه خود برد و شروع به نقاشی از چهرهش کرد. اما وقتی آخرین ضربه های قلمو را به تابلو می زد، متوجه شد که آتش سوزی به راه افتاده.
پسر بچه فرار کرد و برونو هم تابلو به دست به دنبالش رفت، ولی وقتی به خیابان رسید دیگر او را ندید. به همین دلیل شروع به پرسجو کرد و فهمید نام پسر دان بولینو است و خانواده بسیار ثروتمند داشته که در آتش سوزی کشته شدند، زیرا پسر به هر کجا که پا می گذاشت باعث آتش سوزی در آنجا می شد. جالب اینجاست چند سال بعد خبر آتش سوزی یک اتومبیل هم انتشار یافت که مشخص شد راننده آن همان پسرک گریان بوده. طی سالها نسخه های کپی زیادی از این تابلو کشیده شد تا نفرین آن مورد آزمایش قرار بگیرد، که متاسفانه بسیاری از این تابلوهای کپی هم باعث آتش سوزی شدند. از این رو 2500 نسخه از آنها جمع‌آوری و در آتش سوزانده شدند. گفته می شود یک نسخه دوقلو هم از این پورتره وجود دارد که با نام دختر گریان معروف است و تا زمانی که این دو پورتره به یکدیگر نپیوندند نفرین از بین نمی رود. در ادامه فیلم هایی را به شما معرفی می کنیم که امیدواریم از تماشای آنها لذت ببرید.